شمالی به کانتکت آن در کانسترکشن یا کانتکت در دست تعمیر برای همه عزیزان و ناظرین های 7000 سال تاریخ داره کشور عزیزمون ایران و عده بسیار بسیار معدودی که در دست تعمیر هستند و هنوز هم باور ندارند که نیاز به تعمیر دارن. خب کمن دیگه، تعداد وقتی کمه برای همین ما اکثر جمعیت نیاز به تعمیر نداره خدا رو شکر، همه عالی توپ سرها، یه تعداد کمی مشکل داره که اون تعداد کمی اصلا مشخص نمیشن. کی فهمیده که مثلا یه تعداد کم ما جایی مثلا یه مریضی یا مشکلی یا مسئله باشه که بقیه متوجه بشه؟ خب نمیشه دیگه، آدم متوجه نمیشه. مثلا شما فکر کنید میونه چندین 85 میلیون نفر اگه که مثلا بیماری کرونا بیاد همه سالم هستن، بعدم به راحتی با یه بخور چقندر خوب میشی، خب چه دلیلی داره که کسی متوجهش بشه؟ یا فکر کنی که اینایی که این حرفا رو میزنن نیاز به تعمیر دارن؟ نه، نیازی ندارن. اصلا ما هممون همه چی، همه شاه، همه ما، همه بشقاب پرنده و این واقعیته. اصلا نگرانی هم نداشته باشید سر این موضوع. بعد یه اتفاقاتی هم قیلت تو کشور میفته که معلوم نیست دست کی تو کاره. مثلا شنیدم که در موزه کاخ گلستان آلبوم ناصری گم شد، دود شد و هوا رفت. یعنی در واقع به این صورت بود که آلبوم ناصری یک آلبوم بسیار ارزشمند از دوره قاجار است که بعد مسئولان مؤسسه فرهنگی و تاریخی کاخ گلستان اطلاع دادن، گفتن که این آلبوم گم شده و این آلبوم بسیار با ارزشیه ولی نمیدونیم کجاست، و تازه فهمیدن که نمیدونن کجاست چون کاری باش داشتن، رفتن سراغش دیدن نیست اونجایی که باید باشه. پایان اسفند ماه، اواخر اسفند ماه، امین اموال آلبوم خانه کاخ گلستان به بنده اطلاع دادن که در آخرین انبارگردانیشون متوجه شدن که یکی از آلبوم هاشون رو در قفسه مربوطه مشاهده نمی کنن و نیازمند این هستن که یک انبارگردانی دقیق برای آلبوم خانه کاخ گلستان انجام بشه. البته به جهت اینکه ما نیاز بود برای پیشگیری از هر گونه در واقع مشکل سو در آینده، نیاز بود سری اقدامات حقوقی و قضایی انجام بدیم، اقدامات و حقوقی و قضایی لازم انجام شد، تصاویر مربوط به اثر برای پلیس اینترپول ارسال شد و مکاتبات لازم برای واحدهای ذی‌صلاح وزارتخانه مطبوع ارسال شد و کار در دست پیگیری هست. در ادامه اون ما یک کمیته تشکیل شد. این کمیته شامل اعضایی از اداره کل محترم موزه ها، اداره کل محترم امور مالی و ذی‌حسابی سازمان، یگان حفاظت و نماینده این مجموعه مدیریت که این انبارگردانی آغاز شده و در خصوص مفقود شدن اثر ما زمانی به صورت قطعی میتونیم اعلام کنیم که این انبارگردانی به اتمام برسه، به دلیل اینکه بررسی‌های اولیه توسط بخش حفاظت ما مشخص شد که هیچ گونه نشانه از سرقت مشاهده نمیشه و به همین دلیل موضوع مفقودی اعلام شده و تا زمانی که این انبارگردانی انجام نشه ما هیچ نظری در مورد بحث مفقود شدن آلبوم نمیتونیم قطعیتش رو بگیم. زیاد همچین تعجب نکنید که این اتفاق افتاده، چون حدود 5 سال پیش بود رفتن تو کاخ گلستان میگفتن یه گروه رفتن فیلم برداری، حالا معلوم نیست، خدا میدونه ما بیایم در بی خودی حرفی بزنیم بعد گناه اونا رو بشوریم و اینا، نه، دوتا کوزه گم شده بوده، دوتا کوزه گم شده 5 سال پیش و اول تو فکری بودن که نکنه خدای نکرده شاه فقید که داشته از ایران میرفته این کوزه ها رو با خودش برده بوده، بعد دیدن که نه، ایشون چیزی با خودش نبرده بوده و این کوزه ها بوده اونجا
در یک سری مراحل مختلف و با یک سری ترفندها این کوزه ها رفت و این کوزه چون من عاشق زاری بوده است و غیب شدم رفتم غیب شدم، ولی جای شکرش باقیه، جای شکرش باقیه، چون حدود 10 سال پیش یه ظرفی بوده، یه چیزی بوده مثل گم شده و بعد از مدتی که رفتن و یه نفری رو هم گفتن آقا مشکوکی و از این حرفا مشکوکم و براش اجرا کردند، متوجه شدن که این ظرفه یه جای دیگه ای از موزه قرار داشته و بی خودی گناه این آدم رو شستن از حرفا. ولی نه، این آلبوم ناصریه نیست. پس گفتیم آقا آلبوم ناصری مگه قدش چقدره دیگه؟ یه متر که بیشتر نیستش که، خب مطمئنن کمتره. ما دکل گم کردیم، دیگران یک آلبوم ناصری هستید؟ ما دکل ها دادیم رفته، ما همین روزا کوه قیب میکنیم، کاری نداره این مسائل، پود کردن برای ما اصلا کاری نبود و نداره. بعد باز دوباره همه دنبال آلبوم ناصری بودن، آقا ریاهی غیب شد و آقای ریاهی داماد آقای نعمت‌زاده هستن که وزیر محترم صنعت در دوره دولتی 11 حتما میشناسینشون. ایشون جزء همین گروه متخلصین بودن در اون داستان پتروشیمی، ولی متواری شدند. اشرف ریاهی داماد عزیز غیب شده. حالا بریم شما دنبال آلبوم ناصری بگردید، یه آدم غیب شده با 6.6 میلیارد یورو، البته ایشون یکی از اونا بخشش بوده، 6 میلیارد، 6.6 خیلی میچرخه. این بچه بودیم آخرین چیزی که تو شیش داشت کشتم شپش کش 6 بار بود که سخت میگفتیم 6.6 میلیارد. اصلا وقتی میخوای بنویسی نمیدونی چند تا صفر رو باید بذاری، چند تا صفر رو باید ورداری جای 6 دومیه رو بذاری، خیلی سخته. ولی نه برای اونهایی که قورتش دادن، برای اونها سختی نداشته و فعلا هم که آقای ریاهی نیستند و حتما هم آقای نعمت زاده نمیدونم کجان، اگر میدونستن که حتما میگفتن که ایشون هم برش بگردوندن به ایران. بعد اتفاقا تو صور از برگردوندن به ایران بود، دیدم یه نفر رو نشون داده بودن، نمیدونم رهبر گروه تندر از این حرفا، ما که نمیشناختیم. بعد من که اصلا نمیشناسم، چون توی فضای این شبکه های سیاسی و اینا اصلا آشنایی ندارم، اینا منو میبینن روش میکنن اونور یه جورایی، اصلا نمیدونم من لولو هستم چی هستم. یه داستان این وسط هست، اینا منو میبینم یه مال اوناست، اونا منو میبینم یه مال ایناست، یه داستانی شده این وسط، من نمیدونم کدوم ور بد باشم، در لبه یه تیک قرار دارم. ولی اصلا موضوع اون نیسته، چون من متاسفانه این دوستان رو نمیشناسم. بعد دیدم خب بالاخره بعضی از این مدیرای رسانه ها اینا با من آشنا دوست هستی، زنگ زدم به یکی دوتشون، زنگ زدم گفتم الو با سلام مهندس، این آقایی که گفت نمیشناسمش، یعنی چی نمیشناسمش؟ گفت نمیشناسمش. گفتم بابا میگن این طراح بوده، نمیدونم گرفتنش بردنش. گفت نه ما اصلا اینو نمیشناسیم کیه. گفتم بابا، گفتن مال گروه سلطنت طلبا بوده اینا. گفت نه خود سلطنت طلبا هم گفتن این با ما نبوده. گفتم وا والا. زنزم یک دیگه، زنزم یک دیگه به اون گفتم که مثلا دکتر این داستان چیه، این کی بوده؟ گفت نمیدونم. گفت زن بزن به مسئول این گروه سلطنت طلبا. گفتم نه این با من بده خیلی، اصلا من نگاه میکنم این نماینده است، فرستاده است. گفت راست بگی؟ گفتم به خدا اصلا نمیدونم داستانش چیه، اینا مخش تکون خورده طرف.
بعد خلاصه اینم داستان دیگه است دیگه، ما ها این داستان ها رو داریم و اونا ما نفهمیدیم بالاخره این آقای کیه که گرفتنش و اینها. و خب اینا مهمن دیگه که ما نمیشناسیمشو. الله اونایی که شش میلیارد، خیلی شماها فقط برین یادداشت کنید، به یادداشت کنید. گفتن که این یک دونه اختلاس اگر مقایسه کنی مساوی بزنی باهاش، از خسارتی که به بیروت سر این بمب اومده بیشتره، همین یه فقره اختلاس. بعد یاد صحبت از بیروت کردم، چقدر تصویر وحشتناکی بود، مطمئنن بارها و بارها دیدید و از زوایای مختلف هم ما ملت کنجکاو از تو آب ببینیمش، حالا از تو خشکی، حالا از بالا سر اونجا همسایه گرفته، حالا یه دارم از این ور. آقا این همونه عوضم نمیشه، آخر فیلم هم فرقی نخواهد کرد، ولی ماها کنجکاویم، ماها دوست داریم ببینیم چه اتفاقی افتاده. اول از همه یه چنین اتفاقاتی که مردم بیگناه درش هستن بسیار دردناکه و دل هر انسانی رو به درد میاره. برای همین من واقعا متاسف هستم از چنین اتفاقی که افتاد. و الان صحبت مختلف هستش که ما هنوز متوجه نشدیم که دلیل این نیتروها که توی این ساختمون بوده چی بوده و از کجا اومده. مطمئنن مشخص میشه، هر رسانه‌ای هم به یه گروه داره اینو وصلش میکنه، ولی هنوز مشخص نیست و من هم دربارش نمیدونم. اما چیزی که میتونم دربارش صحبت بکنم این هست که این انفجار هولناک در کشور لبنان صورت گرفته، تعداد زیادی کشته، تعداد بسیار زیادی زخمی به جا گذاشته و خرابی های زیادی هم برای بیروت به وجود آورده. خب ما ملت درد کشیده اولین کاری که انجام دادیم اومدیم گفتیم که این برج آزادی، میدان آزادی، خودم برج آزادی، اول اومدن یه ویدیو مپینگ روش کردن، پرچم لبنان انداختن روش. مال ماست، لبنان مال ماست دیگه، وقتی مال ماست باید همچی کاری هم بکنیم دیگه. خود لبنانی ها نمیدونن چون زیاد بعضشون با ما خوب نیستن، این اکثریتشون با ما خوب نیستن، این این عراقی ها بیدلیل با ما خوب نیستن، ما رو خوششون نمیره از ما. نماینده ها هم که میرن اونجا، وزیر امور خارجه اینا میرن با گوجه فرنگی و فوش و تخم مرغ هم گرون شده اینا روبرو شد میشن، ولی ما نمیدونیم چرا از ما خوششون نمیاد، چون ما عاشق عرب هستیم و ما دوستشون داریم این کشورهای همسایه رو، ولی اونا ما رو دوست ندارن از این که. بعد اینا بذاریم یه طرف، بریم سراغ این که سریع کمک هایی که از کشور عزیز ما ایران به طرف لبنان حاضر شد در کمتر از 24 ساعت آماده شد. هر آماده کردن در این کانتینرهای بزرگ که بره کجا؟ بره لبنان. بعد به فکر این افتادم که خب خدا رو شکر وقتی ما نیازی نداره تو کشورمون، چیزی لازم نداریم، خب باید به لبنانیا کمک کنیم دیگه. چه دلیلی داره که ژاپن و فرانسه و انگلستان و اینا بخوان به لبنان کمک کنن؟ ما که وضعمون بهتره، مردممون که در آرامش دارن زندگی میکنن، اوضاع اقتصادی توپه، همه چیز داریم، مردم راحت دارن حال میکنن، مرغ ارزون، گوشت فراوون، تخم مرغ بی ارزش، میوه مثلا ریخته، از کجا جمعش کنیمش این میوه ها رو؟ ما چه کار باید بکنیم؟ همینطور میریزیم دور، خیار دور، گیلاس دور،
وقتی اینا هستش، موز که دیگه اصلا بی ارزش ترین میوه است بیچاره. هر جا میری توی آمریکا یه موز گذاشتن برای فروش، 5 تا موز 2 دلار 1 دلار، اصلا موز دیگه بی ارزش شده والا به خود. بعد نگاه کردم هم خب کرمانشاه 3 سال گذشته دیگه، تو این 3 سالی که گذشته خب خدا رو شد براشون خونه ساختند، وضعشون درست شده، کسی یه مشکلی نداره. بعد یه عکس دیدم، بعد این عکس ها رو دیدم مردم هنوز تو چادر و کانکس هستن. دروغه، این قدیمیه، خواستن برای خراب کردن مسئولین اینا نشونه ما بدن. اینا مال الان نیست، این مال همون 3 سال پیشه. الان دیگه خونه ساختن، آپارتمان ها رفته بالا، خوب قوی عالی محکم، که دیگه هیچ باد و سیل و زلزله و هیچ چیم خرابش نمی کنه. وقتی این کار اینجوریه کشور خودمون، حالا بعد به کی به همسایه ها رسید؟ یه خود همسایه اون برتر باشه چه اشکال داره؟ بعد بهشون رسید. بعد یه تصویر دیدم از یه بچه، این تصویر خیلی ناراحتم کرد. یه بچه ای رو تو یه کیسه بهش یه موز میدن که این موز رو بخوره. نگاه پاره کن اسما، پاره کن بخور. نه عثمان این نیست، این نیست. بخور. اینو نخوری. این پوسته. خب؟ این نمیدونه این پوستشو باید بخوره یا خودشو. میدونین چرا؟ چون تا حالا موز نخورده، چون تا حالا موز ندیده. و البته تبریک میگم به اختلاسگران عزیز، تبریک میگم به آقازاده های نازنین، تبریک میگم به مسئولینی که انقدر دلشون برای لبنان و عراق و این اطراف میتپه که برق رو از خوزستان قطع میکنن که به عراق برسه، آب رو قطع میکنن که عراق داشته باشه و موز رو حتما میفرستن لبنان که خدای نکرده یه وقت کسی نباشه در لبنان موز نخورده باشه. و در کشور ما موز ندیدن بعضی هنوز. این به خدا گناه داره، به خدا قسم من نمیدونم اینو باید از کجا آورد و به کجا وصلش کرد. سایه بیماری کرونا در سطح کشور افتاده، یعنی اصلا کلن همه از این وحشت کرونا در هراس و وحشت هستند. خطر بزرگی کرونا همه رو تهدید میکنه. یه سری که قربونش برم اصلا باور ندارن، راحت هستن میگن کرونا با همسایه است، به ما ربطی نداره، ما کرونا نمیگیریم. یه سری دیگم که خب بالاخره من که میشه شمال نرفت، نه من از شما میگم میشه روزهای عزاداری ماه محرم شمال نرفت تو این هوای گرم آفتابی، پا لب آب نزد، نمیشه دیگه، نمیشه. به هر صورت یه ترشه تره میچسبه دیگه الان دیگه. کلا نگاه کنید
میرزا بستگان چکر با آقای قاطقی و همه این مسائل. بعد دیدم که آقای سید صادق حسینی معاون محترم سازمان نظام پزشکی اطلاع میدن، میگن که ظرفیت ICU تکمیل شده، یعنی جا دیگه نداریم، جا نیست، جا نداریم. الو الو الو، متوجه این جا نداریم. بعد گفتن که مرحله سخت انتخاب رسیدیم، یعنی پدر بزرگ انتخاب کنیم یا پدر رو، مادر بزرگ یا مادر رو، پدر رو یا فرزند رو، مجرد رو یا متأهل رو، کیو انتخابش بکنیم. الان تو اون فضا رسیده و الان در اون راه داریم قدم میزدیم و برای بعضی هم فهم نمی‌کنن. البته این مال همه نیست، همه نیست، بستگی داره که شما در چه نقشی در جامعه حضور دارید. اگر اوضاع خرابه که میری بیرون، میرن پایین، اون پایین طرف همون پارکینگ ماشینگی زیر زمینی جایی، یه ماسکی و یه اکسیژن و همونجا باش تا بهت بگم. خب اگه آقای لاجانی هم هستی که لاجانی دیگه هست، یعنی چی؟ خب باید تو اتاقش اصلا رئیس بیمارستان نشسته باشه، یه پرستار هم تو بغل دستش. خب لاجانی دیگه، میخواستی واسه تو بشینن، نه که نمیشینن. برای همین هم ایراد نگیرید، ایراد نگیرید. شما بیشتر نگاه کنید به صدا و سیما، چون اونها متخصصین رو میارن که این متخصصین میتونن مشکلات شما رو حل کنن. مثلا یه خانمی آوردن، نمیدونم یعنی سلبریتیه از این داستان، من نمیشناسمشون متاسفانه، با عرض معذرت نمیشناسمشون. اینا اومدن از کرونا حرف زدن. خب کشور نمیدونم صاحب نداره، وزیر بهداشت نداره، مدیر سیما، صدا سیما که خوابه، و ایشون اومده مرشی تعجب میکنه، میگه جدا؟ یعنی تو رو خدا از این داستانا. ولی این خانم میگه که کرونا رو مثبت بهش نگاه کنید، این بار منفیش ازش کم کنید. بار منفیش این ازش که کروناست، اگه کرونا رو اون الفش رو ورداریم و این عرفش رو برداریم، این سعودی نمیره. بعد خب خیلی چیزا هستش که توش الف نداره ولی سعودی میره. بعد ولی خب اصلا سعودی نره کار نمی کنه. ولی از اون طرف گفتن که یه زه اضافه بهش بکنید، بشه کروناز، که واقعا یه استحاله بگیم، دگردیسی بگیم، یه اتفاق غریب بگیم، ورود به یک عصر جدید، چنان که خیلی از معنویون میگن وارد یک عصر جدید زیستی واقعا داریم میشیم. خب اینا همه برای آدم یک چیز داشت، یعنی شوک و نگرانی های خاص خودش رو داشت. من خب خیلی سریع رفتم کار داشتم، رفتم شمال، مدت زیادی اونجا موندم و آروم آروم متوجه شدم که به نظر من حرکت این ویروس چجوریه. من به زعم خودم به این نتیجه رسیدم که هر چیزی در این جهان صاحب انرژی دیگه است، یک نوعی از یک شکلی از انرژی، و این ویروس هم داره در یک طول موجی حرکت میکنه که طبیعتاً با چیزایی برخورد میکنه که جذابش باشن. حالا اون چی که شناخت بده که این بعد از مدتی از این ویروس میگه، اولا که منفیه، سرده، اینا یعنی شاخصایی هستش که یعنی همراه با نگرانی، با افسردگی، با غم، با تردید، با خیلی هر موضوع منفی این شکلی در حقیقت این تجانس پیدا میکنه. پس کافیه فقط این طول موج رو ما تغییرش بدیم. یعنی به محض اینکه شما در جهان عشق، امید،
قرار بگیری و احساس کنی که واقعا چیزی نیست و نسبت بهش نگران نباشی و بدونی تو طول موجش نیستی، باهاش هیچ قرابتی نداری، کاری از دستش بر نمیاد. واقعا جدی میگی؟ بعد یکی از دوستان عزیز ما حرف جالبی میزد، میگفتش که ها بیاین که این چرخه رو بشکنیم، نگیم کرونا، این الف عمودیه، رو به صعود داره. خیلی حرفش جالب بود. آره. و بگیم کروناز زه مثل سرسره بیاد پایین. آها. میاد پایین در این حالی که اصلا چیز نازی نیست و خیلی هم منحوسه، ولی که ما با این لفظ هم یه موج امید و شیرینی توش داره، هم سر پایین میشه. چه تحلیل جالب شنیدی این طور خدا؟ آخه یعنی چی؟ نه من از شما میپرسم، شما به من بگید این یعنی چی؟ این تلویزیون کشوره؟ این تلویزیونی که مردم باید نگاه کنن، حالا 4 نفر آدم نگاه کنه با خرافات خاصی که دارن، آیا باورشون نمیشه؟ آیا یک برنامه تلویزیونی دلیلی که درست میشه چیه؟ که حرفهایی که اون گوینده میزنه یا حرفهایی که اون مهمان میزنه حرفهاییست که یک سری رو آگاه بکنه، و یه نفری که نشسته تو خونه و نمیدونه این چی هستش، خب فردا چی کار باید بکنی اگر همچین اتفاقی بیفته؟ یا دیدم که یک آقای نازنین رو آوردن به عنوان پروفسور اکبرزاده عزیز، ایشون گفتن که دواشو داری. خب ما دواهای مختلفی رو روبرو شدیم باهاش دیگه، یادتون باشه از پشکل اولاق شروع شد به شاش شطور رسید، بعد به اونجای کفتار و همین داستان ها. این بار گفتن که زهر زنبور عسل، گفتن زنبورا نکشید، زهرش رو بذارید و این زهر مهمه. البته یه جایی رو ایشون آدرس دادن که راحت نیست به زنبور بگید آقا خواهش بکنم اگه ممکنه یه نیش بزن اونجا، چون ممکنه وقتی یه جد کرده بزنه این دردش مشکلات وقتی میداره. من امروز مطلبی آوردم به شما، به ایران و ایرانی و به بشریت عرض میکنم معطل نکنید. من امروز فرمول تولید آمپولش هم آوردم برای شما، یعنی یک کارشناس رو من تحویل بدم، زهر زنبورم بدم، میتونیم ما آمپول تکفیالی تولید کنیم که دیگه نریم این زنبورها را بکشیم. الان به خب ایران جواب داده آقای دکتر، یا حدس میزنید که جواب الان بده. دارم میگم الحمدلله مشکین شهر در تماسم، هیچ کس کندودار کرونا نگرفته، در اردبیل کندودار کرونا نگرفته. من یه دانشجو دارم آقا مهدی از لرستان، به چندین بیمار خطرناک کرونایی با هماهنگی من توضیح دادم، روشن کردیم، گزندم باسنشون را، مریض فردا بلند شده رفته، یعنی مبتلا به کرونا. در اردبیل هم آقای دکتر اسبقی خبر دادن هیچ زنبورداری کرونا نگرفته. یعنی برای کرونا اون ناحیه بعد گزیده بشه؟ نه زانو، ولی اونا که مریض بودن گفتیم خب در حالتی که چون زودتر جذب میشه اونها. بله در واقع از شمال کره زمین تا جنوب کره زمین همه مسئولان دنیا آگاه باشن، با واکسن هم این مشکل حل نخواهد شد. تنها کارش همین زهر زنبور عسل. بله ایشون این حرفا رو زدن و واسه خود من تعجب آور. چرا؟ نه من از شما پرسم، نه شما به من بگید چرا. اگه یه دونه از این تلویزیون قارچی بود که هر روز در میاد و موزیک پخش میکنه و پس فرداش هم از یک کانال میره یک کانال دیگه و غیب میشن و میان و برمیگردن و در میان و از این ماهواره به اون ماهواره، خب آدم میفهمه. اما دیگه چه ربطی داره به این داستان که توی شبکه سراسری سیما
همچین داستانی اتفاق بیفته. آخه بابا نکنید، به خدا بده. از یه طرف سخنان آقای حسینی رو شنیدیم که همچنین گفتم معاون محترم سازمان نظام پزشکی، از این طرف آقا میری عزیز رو دیدم، عصبانی بود. دکتر عصبانی برین فردا بیاد، دیدم خیلی ناراحته، خیلی عصبانی بود. آقا میری عزیز گفتش که جمعش کنید آقا، جمعش کنید. قاچاق، قاچاق، قاچاق دارو، قاچاق دارو، اونم در ناصر خسرو. میگه خود بیمارستانم آدرس ناصر خسرو رو میده برای دارو. جمع کنید دیگه، ببین میبینیم سرطان شده سرماخوردگی تو کشور ما، قاچاق دارو رو داریم میبینیم. دارو الان میخواد بخرید ناصر خسرو، بیمارستان میفرستد ناصر خسرو، بهداشت شده بیزینس واسهتون، خجالت آوره. شما تو تلویزیونتون 24 پفک و چیپس تبلیغ میکنید، تمام دکترهای تغذیه تو میگن برای بچه ها مزده، اگه مزده غلط میکنید تبلیغ میکنید. بچه سه ذرتی که وارد میکنی، چه ذرتی وارد میکنی؟ مگه به واردات دقت میکنی؟ گندم چی وارد میکنی؟ چقدر این سیر را کثافت کاری میشه؟ شما اونجایی که باید مواظب سلامت مردم باشید نیستید، همه کارتون شده نمایش خیالی. با آشپزخونه ها نظارت میکنی، به فسفودا نظارت میکنی، نظارت واقعی، نظارت که برگه داری مونه معمول اومدی این مسخره بازی ها، نه نظارت واقعی دارید خودتون، خودتون به مواد غذایی که وارد کشور میکنید. آقا میری خیلی عصبانی، خیلی اصلا نمیشد باهاشم شوخی کرد. یعنی من وقتی حرفاشو شنیدم، خب راست میگه، حرفش درسته، حرفش درسته. و بعد میدونین آقا میری که البته خلع لباس شده دیگه، حداقل با سر خلوت میشینه صحبت میکنه، موهاشم وقتی ریخته منظورم میگه امام رو برشته، ولی کلن حرف میزنه و خوبم حرف میزنه. من حرفای آقا میری عزیز رو دوست میدارم، حرفاش حرفای قشنگی. ولی یه حاج آقایی که لباس نشدن و خیلی هم با احساس ایشون حرف زدن، در رابطه با سگ حرف میزنن، خدا رو شکر یه جورایی مثل که سگا دارن میان تو بازی، یعنی داره مثلا حل میشه، خدا رو شکر اگه اینطور بشه. خودن آقا این حاج آقا درباره سگ صحبت کرده و بذارید خودشون بهتون بگن. باید داره از امام صادق علیه السلام سوال کرد آقا حیوانی که مثل سگ نجس هست آیا بهشت میره یا نه؟ حضرت فرمود دو تا سگ بهشت میره، یکی سگ اصحاب کهفه، یکی هم سگیست که تو کربلا بمیره، خاک میشه با خاک کربلا بهشت میره. بله، پس سگا به بهشت میرن ولی بعد تو کربلا. نجف چی؟ اگر تو نجف بمیره نمیره؟ نجف، نجف اکرم، نجف، نجف قربشم امیرالمومنین علی علیه السلام، ایوان نجف عجب چه حالی دارد. یادتونه که میگفتن، من خودم هم میرفتم، خیلی خوب بود، خیلی باحال بود، چای مجانی میدادن اون زمان، خیلی خوب بود. هی چای ما میخوردیم، هی چای میخوردیم، میشستیم اونجا. آره بچه بودم دیگه، 7-8 سالم بود. بعد خلاصه نجف مثل که قبول نیستش. کاظمه نمیدونم، انشالله رفته رفته همه این ها این ویزا رو بدن به سگ ها و بعد برسن به مشهد مقدس، برسن به تهران عزیز و دیگه از شاه عبدالعظیم شروع کنیم بیایم بالا. در شرق نوشته که مدرک رئیس سازمان هواپیمایی کشور جعلیه. خیلی ناراحت شدم، گفتم که بس این مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد، همه اینهای آقای آبزاده یعنی چی جعلیه؟ گفتن نه اینا جعلی، اینا از فیلیپین، اینا مدارک جعلی بوده و
برای همین هم ایشون پای پایی و از این حرف و اینا. بعد یه نگاه دیگه داشتم به داستان که خوندم جناب آبزاده عزیز یه هواپیما خریداری کرده بودن که بعد این هواپیما کینگ ایر 2000 بوده، بعد این قیمتش 2.5 میلیون دلاره، 2.5 میلیون دلاره، بعد قیمت واقعیش اینه اگه بخوای بخرید 2.5 میلیون دلاره، ولی فاکتوری که زده شده بوده 11 میلیون دلار بوده و الان البته بازرسی داره نگاهش میکنه اینا، معلوم نیست چی میشه دیگه، میره بغل بقیه داستانهای دیگه البته فکر کنم، ولی امیدوارم که نه و امیدوارم که بازرسی کشور به این مسئله بپردازه ببینه دلیلش چیه که ما یه هواپیما رو 4-5 برابر بیشتر پول واسش در ایران خرج شده، هواپیما 2.5 میلیون دلاری 11 میلیون دلار، چرا؟ و خلاصه این دانشگاه فیلیپین که گلابی از آب در اومد و قبول نیست، بعد از اون طرف هم که این هواپیما هم که اینجوری شد. خلاصه اینم جزو خبرهای روزی بود که دربارش خوندم، خواستم با شماها تقسیمش کنم. بعد شما دوستان عزیز مطمئنن خیلیاتون سریال آقازاده رو نگاه میکنید، نمیدونم این سریال نقش سوپاپ رو بازی خواهد کرد یا اگه بخواد یه خود زیادی حرف بزنه زودتر جمعش میکنن، ولی کلن سریال آقازاده بعضی ها رویگن آها راست میگه، ببین این را راست میگه، این را راست میگه. از اون طرف هم ساشا صبحانی دیدم که اومده گفته که اینا عدای منو در آوردن و دارن عدای منو در میارن و این منظورشون من هستم و نه نه، شاید ساشا جان یک زردرش از تو باشه، ولی خیلی ها اینجوری هستند. تو مثل مدتی ایران نیستی خبر نداری، یا تو رو گذاشتنت کنار نمیذارن بفهمی که بقیه چه کارا دارن میکنن. تو الان نسبت به این آقازاده های دیگه اصلا هیچی، صفر، حساب نمیشه، اصلا چیزی نیستش که. بعدم تو داری الان در خارج از کشور یه جور دیگه درآمد داری، اینا یه داستان دیگه است و شما هم به خودت نگیر، ناراحت نباش خودت نگیر. شما این داستان آقازاده رو شروع کردید، منو گواشید وسط سوژه کردید، منو کوبید. اما من یکی از کسانی که خوشم میاد از حرف زدناش حاج آقا حجت الاسلام تقویان هستن، ایشون حرفای قشنگ میزنن، البته ممنوع تصویر شدن خب دیگه مشخصه، ولی یک نگاه انسانی قشنگی داشتن، در رابطه با مطلبی صحبت کردن، من از این نگاه ایشون خوشم اومد و دوست داشتم اینو با شما ها تقسیمش کنم. شما پول داشته باشی محاله بری از کمپانی جمهوری اسلامی ماشین پراید بخری، محال است، هیچ کس نمیخره، مسئولینش هم نمیخره، رهبرش هم سوار نمیشه، رئیس جمهورش هم سوار نمیشه، میگه آقا این چیز وسیله حالت قتال است، مگه ما جونم از سر؟ راست هم میگن، درست میگن. آقا جمهوری اسلامی ساخته، خدا شاهد، دوشنبه پنج شنبه اونجا زیارت عاشورا میخونن، یه وقتای ما میرفتیم سخنرانی میکردیم، کمپانی شینتویست ژاپن که زیارت عاشورا نمو بسم الله هم نمیگن، نامردا تویوتا درست میکنن، بنز و بی ام و هم درست میکنن، شب هم میشنن عرق میخورن فلان فلان شده ها. ولی چطور شده شما اونجا میری بنز میخری، پول داشته باشی بی ام و سوار میشی، تویوتا سوار میشی؟ خیلی این خدا باید کارو کاسبی شل و ول باشه، خیلی باید موجود بی خودی باشه، نعوذ بالله. بگه همین که تو شیعه مرتضی علیزی من تو رو بیارم بهشت،
هر پدر سوخته گیری هم کردی کردی، هر کلای سر مردم، اونم چون شیعه نبوده. بعدم ببینم تو از کجا شیعه گری رو آوردی؟ بابات شیعه بود و ننت شیعه بود و کشور شیعه بود و نه شیعه شد. اگه من و تو هم تو عربستان دنیا میوردن ما میشدیم وهابی. اون شیخ وهابی رو هم اگه تو خونه آیت الله عظما قم دنیا میشد حضرت آیت الله شیعه. قرآن میفرماید برادر جان، دوباره برمیگردیم به قرآن، که لیس للانسان الا ما سعا. میگه من فقط به اندازه تلاش شما به شما نمره میدم. برای من مهم نیست کجا زندگی میکنی، چون یه جای قرآن دو تا خط تو مشخص میکنه. میگه ام نجعل المسلمین کل مجرمین، نمیگه کل یهودی کل مسیحی، میگه کل مجرمین. مسلمان یعنی کسی که در مقابل حق تسلیم. حقیقت که معلوم شد میگه چشم آقا من دیگه قبول کردم، من اینجا میرم از زنم عذرخواهی میکنم، من اشتباه کردم، من میرم از شوهرم معذرت میخوام، من اشتباه کردم. تو میشی مسلمان. نه مسلمان کسی که بگه اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان، مگه کاری دارین دو کلمه رو گفتم؟ اسم که اتفاقی نمیفته که. اسم کم جو رو مسما را بجو، مه به بالا دان نه اندر آب جو. نام فروردین نیارد گل به باغ، شب نگردد روشن از نام چراغ. تا قیامت گر کسی می می کند، تا ننوشد باده مستی کی کند. کاملا موافق هستم این نگاه مسلمانی رو و این نگاه انسانی رو. دیدم که در پنجمین جلسه دادگاه برخی از این مدیران سابق بانک مرکزی، دوربین ها و عکاسان لبخند های این مدیران رو یکی پس از دیگری ضبط کردند، حبس کردند و گفتن اینا دلشون خوش، ناراحت نیستن دیگه، خیالا راحته. واسه همینم هم خب اینجوری. حالا باید ببینیم که جناب قاضی مسعودی مقام ایشون چه نظری دارن و به کجا این قصه میره کشه. ولی خب بعضی هم که بهشون حکم صادر شد و باید اون تو باشن، الان اومدن بیرون دارن قدم میزنن، در شهرستان ها میرن و بعد گفتن که خب آخه کرونا است، به ما فعلا گفتن برید خونه هاتون، خطرناکه، برید خونه هاتون. کرونا میشه فعلا حالا ادامه داره. بعد دیگه رفته رفته مرور زمان، مرور زمان یکی از حرفهای فراموش نشدنیه که ما مشمولش میشیم همیشه و این جزوی از زندگی ما بوده در طی سالها. مرور زمان حل میکنه همه چیز رو و واقعا ما همینطور هست. مرور زمان همه رو حل میکنه، یه سری رو حل میکنه، یه سری رو نام میکنه. نام یعنی همون بیهس دیگه، بیهس میکنه. مثل الان یه 80 میلیونی بیهسن، در مرور زمان رفته رفته بیهس شده. دستا گز میرفت اول، الان دیگه حس نداره. پاها گز میرفت، گز میکرد، حس نداره الان، خدا رو شکر. یه زمانی گز ناراحت میکرد آدمو، الان دیگه حس نداره. مغز ها شده مغزتون گزگز کنه؟ نه متوجه نمیشین دیگه، دیگه رفته، کس متوجه گزگزه نیست دیگه کسی. خب عده‌ای تصدیت ها رو در صفحات اینستاگرام و فیسبوک و اینجاها پست کردن، عده‌ای از کنکور گفتند و بعد قطار ماشین ها به طرف شمال حرکت کرد و در خط عوارض به طرف شمال. خب دیگه بالاخره وقتی که می طلبه باید رفت و شمال هم طلبیده در این ایام، همیشه میطلبه، نمیدونم چرا، ولی ماه مبارک رمضان هست، ایام سوگواری میطلبه شما، ماه محرم هست میطلبه شما،
مهم نیست جمادی اول باشه، هر چی فرقی نمی کنه، ربیع الاول، ربیع ثانی، هر چی اصلا مهم نیست، می طلبه. بعد از اون وقت شنیدم که کنکور رو گفتن که شاید بهتری که کنکور در استادیوم آزادی برگزار بشه و اونجا باشه و این فاصله ها رو حساب کنیم، و چون این مسئله کرونا تا چند وقت پیش کرونا ضریبش یه نفر که داشت میتونست به 4 نفر یه دفعه بگیره، الان این کرونا کووید جدیده 10 نفر رو پوشش میده. واسه همین گفتن که این استادیوم آزادی میتونه انتخاب خوب و مناسبی باشه گزینه، پس این استادیوم آزادی هنوز مطمئن نیستیم ولی اینطور صحبت شده. حالا از طرف دیگه بچه که بخوان پزشکی بخونن همچنین یه خورده شک دارن که امکان داره قبول بشن، یا مسائل که چیزای دیگه دنبالش هستن که یه خورده سخت واسه شو، دستا بالا. یه خورده گرون شده البته، گفتن که کنکور در گذشته 300 میلیون بوده، امسال 500 میلیون شده. فرق این واسه همه هم نیستا، گروه خاصه، خاص بی خودی به خودتون نگیرید، برای همه است. خب همه قبول میشن؟ نخه، همه قبول نمیشن، خاصه. به 500 میلیون تومان برای کنکور. مامان واسه من هم پزشکی خوبه، خلاصه یادش بخیر. سوالات کنکور امسال داره با قیمت 500 میلیون تومان خرید و فروش میشه، چیزی که سال گذشته 300 میلیون تومان. آیا سوالات کنکور لو میره؟ نه لو نمیره، داره خرید و فروش میشه. فرق این دوتا چیه؟ زمانی میگیم که سوالات لو رفت که سوالات به دست عده زیادی برسه، اما منظور از خرید فروش یعنی که سوالات با این قیمت به دست عده کمی برسه. پس سوالات کنکور به هیچ عنوان لو نمیره. چرا فروشنده سوال کنکور لو نمیره؟ چون شاکی نیست. فروشنده 500 میلیون میگیره سودش رو میبره، خریدار هم سوال جواب کنکور رو چند ساعت قبل از کنکور میگیره و به راحتی ازش که قبول میشه. آقای روحانی عنوان کردن که در هفته آینده یک گشایش خیلی آنچنانی در اقتصاد کشور به وجود میاد. بله، این اقتصاد انشالله که این گشایش خوب باشه در رابطه با این اقتصاد، به خاطر اینکه دفعه گذشته که ایشون درباره گشایش صحبت کردن همین کرونا بود که چندین هزار نفر فعلا از بین رفتند و خدا نگهدار. بله، و عده زیادی عزادار، و انشاءالله ما در هفته آینده که دوشنبه ادامه اون جلسه رو تصمیم گرفتیم بذاریم، امیدوارم به نتیجه برسه اون جلسه، و اگر به نتیجه برسه و مقام معظم رهبری موافقت بکنه و ما اعلام بکنیم یک گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود خواهد آمد، دست دولت مقداری باز میشه، بی تردید دست دولت یه مقداری باز میشه. انشاءالله میذارم اون تر رو کاملتر کنیم، دقیقتر بکنیم. البته مقام معظم رهبری دستورات دیگری هم دادن، گفتن راجب بودجه باید کار بکنید، راجب اصلاح نظام بانکی باید کار کنید، راجب سرمایه گذاری باید کار کنید، راجب اشتغال باید کار کنید، بهبود محیط کسب و کار باید کار کنید. همه اینها به نظر من امکان پذیره، ما میتونیم با همین شرایطی که هستیم اینا رو حل و فصل بکنیم. و از اون طرفم مواظب حرف زدن باشید، یک کسی بی خودید چیز نکنید. شنیدم که امشو شوشه لیپک لیری لونه، نه اون مال شعره بود، شنیدم که امشو تموم شد اینطور که صحبت کردن، به خاطر اینکه باز دوباره خب درسته دیگه، نباید از این حرفا بزنن دیگه. این اکبر عبدی میاد این حرفا رو میزنه،
یه برنامه همین تالا چند اینو میفرستنش، اینو میفرستن تا یه شوی میگیره یه جوره سر سلام به اکبر عبدی رو بفرستی توش، میره اون تو دو تا حرف بزنه برنامه تعطیل. واسه همین من اگه جای تهیه کننده ها بودم و مجری قبول نمی کردم با اکبر عبدی، گفتم نه الان من خودم وحشت دارم یه وقت اکبر عبدی بیاد اینجا تازه بگی امیر قاسمی میخوام تو رو خدا من میخوام باید بسار کنم، یا نمیشه چون ممکنه من هم دیگه فردا تو تپش نباشم. واسه همین نه مواظب باشید، این اکبر عبدی فرستاده است، فرستاده است، نقش است، نقش است، طرحه، این طرح تعطیل کردن برنامه هاست. برنامه میخواید تعطیل بشه اکبر عبدی صدا کنید بیاد، حالا دیگه خودتون میتونید. دیدم که یک صحبتی درباره دوغ بود، دوغ پگاه، دوغ پگاه بود، بعد نشون میداد مغازه داره که دوغ پگاه توش چی پیدا شده. سلام دوستان عزیز، این دوغی که مشاهده میکنی برای شرکت پگاهه، ملاحظه کنین تاریخ تولید، تاریخ انقضا. بعد الان این هفتمین هشتمین دوغی که مشتری برده، من یه مغازه دارم داخل گلستان جاده ساوه، بعد از توش دستمال کاغذی در میاد. الان نگاه کنین، مشاهده کنین، این برای شرکت پگاهه، ببینین چه دوغی میدن دست خلق الله. نگاه کنین، نگاه کنین، بگیرن قبطر آقا استان، بگیرن این هم دوغای قبلی که باز کردیم، میبینی؟ به هر صورت بر دستمال کاغذی هم در دوغ پگاه. خب اینم نفهمیدم از کجا اومده و چی هستش. امیدوارم که این مقدار مواظب تر باشم دستمال کاغذیش رو تو دوغا نریزم یه وقت اشتباهی، یا شاید هم نقشه است، نقشه است، اینم نقشه است. ما الان همه چیز رو یه جوری نقشه میدونیم دیگه، ولی همونطور که گفتم چون همچین حس نداریم متوجه نمیشیم دیگه. خسته این، یعنی خسته این، خستگی که این صحبت بودن، یعنی نه خسته این ما. و از طرفی هم مراسم سوگواری که باید انجام میشه، یادم میادش که جناب روحانی فرمودن که مراسم عروسی، عزاداری، هیچ کدوم اینا برگزار نباید بشه، تجمعات نباید باشه، خطرناکه، کرونا پدر صاحب بچه رو در میاره. ولی بعد گفتن که ولی این به محرم ربط نداره و عزاداری های محرم ربط پیدا نمی کنه. بعد دیدم که حاج آقا حسن قاسمی هم که مدرس حوزه علمی هستن، ایشون هم اومدن گفتن که کرونا مال سید شهدا و حضرت امام حسین علیه السلام و اینا نیستش و این مشکلات وجود نداره برای اونها. و حتی چای عزاداری حسین هم شفاست. ما که اون روز گفتیم چای مجلس امام حسین هم شفاست، ما که گفتیم فرش عزای امام حسین عقیدمون ملائکه میان متبرک میکنن خودشونا، ما حالا بکشیم کنار مجلس رو خلوت کنیم، ما حرم رو خلوت کنیم، ما که عقیدمون این بود حرم شفایه، ما که گفتیم نامه اهل بیت شفا، یا من اسمه دوا و ذکره شفا، ما کم بذاریم بذار دوستان اهل بیت مجلس بگیرید، شما مجلس بگیرید آقا، جمعیت آمد نیامد، هیچ اصراری نکنید، هر کی دوست داره آقا دو نفر بشینیم، میخوام برای حضرت زینب گریه کنیم. مستر عالم این اعتقاد ماست، میگه آقا تجمع نباید بشه، بابا تجمعی که به نام اهل بیته با تجمعی دیگه فرق داره، حداقل ما عقیدمون اینه، بعضیش هم نشوشه اصرار نداریم. وقتی جای پرچم اهل بیت در یه خانه میخوره دیگه صاحبخونه صاحب خانه نیست، صاحب اون خانه امام زمان است. من نفسم آلوده گناهکاره، تو لجنزار گناه، ولی تا میام تو مجلس اهل بیت امام زمان نفس منو دوست داره، این نفس غیر از اون نفسی است که تو تجمعات دیگه باشه. بابا ما عقیدمون اینه به روایات اهل بیت، حساب بد امتحان ندیم، کم نداریم برای حرم ها، برای مجالس اهل بیت و رفقا، هممون داریم امتحان میدیم. چای عزاداری حسین هم شفاست، خدا شفاتون بده انشالله، امید خدا. مرسی از همتون.
مرسی از همه شما عزیزانی که برنامه ما رو دنبال میکنید و امیدوارم هستم که همیشه خوب و سلامت باشید. سپاس از همه آنهایی که تپش نگاه میکنن و ضلع چهارم خونهشون رو با برنامه های تپش پر میکنند. من علیرضا میقاسمی هستم. این بود کانتکت در دست تعمیر. تا وقتی دیگر، برنامه دیگر. خدا نگهدار.